با مجموعه خبری ساعت ده با من یما سیاوش خوش آمدید. سرخط خبرها. رئیس اجرایی در صف منتقدان حکومت وحدت ملی عبدالله عبدالله میگوید از کارکردهای حکومت وحدت ملی راضی نیست. تأسیس حکومت وحدت ملی تا امروز ما هم فرصتهایی را از دست دادیم. هنوز دستاوردهای ما قانع کننده برای خود ما نیست. روز آزادی بیان و پاداش وزارت فرهنگ به روزنامه‌نگاران. در روز جهانی آزادی بیان مسئولان برخی روزنامه‌ها به کمیسیون تخطی رسانه‌ها فراخوانده شدند. اگر شما انصافاً متون این روزنامه‌ها را بخوانید، این طنز نیست، فقط تجاوز است. وزارت اطلاعات فرهنگ و در رأس سامانه مدیر اولی وزارت نشان داد که پابند هیچ قانونی نیست با توجه به فرستادن جلبنامه ها و سه رسانه یا روزنامه معتبر افغانستان. هشدار فروش خاک و مردم به نام روند صلح. فرمانده پلیس کندهار میگوید حکومت وحدت ملی به نام صلح نباید مردم و خاک کشور را بفروشد. و افزایش گردشگران به خاطر رد پای دایناسورها در بولیویا. به نام خدا و شب شما بخیر. وزارت اطلاعات و فرهنگ در روز جهانی آزادی بیان با فرستادن نامه‌های به چند روزنامه مسئولان این روزنامه‌ها را به کمیسیون تخطی رسانه‌ها فراخوانده است. نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد در افغانستان از محدود شدن کار رسانه‌ها نگرانند. در اینجا نهادهای پشتیبان رسانه‌های آزاد و یونسکو گرد آمدند تا از روز جهانی آزادی رسانه‌ها زیر نام بگذارید خبرنگاری رشد کند، بزرگداشت کنند. این نهادها از افزایش چالش‌ها در برابر رسانه‌ها و روند اطلاع رسانی در کشور نگران هستند. مهمترین مسئله اساسی این است که رقم خشونت در برابر خبرنگاران بیشتر از آنچه که ما اعلام می‌کنیم متأسفانه هم مساله است. یعنی خشونت‌های نامکشوفه که نگزارش داده میشه. سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به این نگرانی‌ها میگوید که حکومت با آزادی رسانه ها و آزادی بیان تعهد دارد و از آزادی کامل رسانه ها پشتیبانی می کند. آزادی اطلاعات، آزادی بیان و آزادی مطبوعات دستاورد قانون اساسی افغانستان است و دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اساس حکم قانون مکلفیت دارد تا از این آزادی ها حفاظت و پاسبانی بکند و ما این کار انجام می دهیم. افغانستان دست ثابت کرده چه نه یوازی دا چی دا افغانستان ولس فرد فرد د خپل آزادی قدر کی بلکې د ملی آزادی قدر کی چې د ملت آزادی ده او آزادی ده بیان ده د مطبوعاتو رونق د مطبوعاتو خوځښت د شدیدې ترقی او خاطه د یو دولتي تلویزیون څخه نه پوهېږم څو تلویزیونونه اوس لرو خورا ډېر دي 60 اوستن شپېته تلویزیون لرو او د اخبار او د رادیو او د هفتنامو او د مجلو دا ټول هغه افتخارات دي چې د افغانستان د ملت افتخارات. از سوی دیگر کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ در این روز در نامه های جداگانه ای مسئولان چند روزنامه را به این کمیسیون فراخوانده است. وزارت اطلاعات فرهنگ و در رأس سامانه مدیر اولی وزارت نشان داد که پابند هیچ قانونی نیست با توجه به فرستادن جلبنامه ها به سه رسانه یا روزنامه معتبر افغانستان و این دقیقا در روز انجام میشه که این روز به سطح دنیا از آزادی بیان و آزادی رسانه و آزادی مطبوعات دفاع میشه و تجلیل میشه. از دید ما این یک اقدام کاملا محدود کننده علیه آزادی بیان و علیه فعالیت های رسانه های آزاد میباشد. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ درباره این نگرانی ها می گوید اگر شما انصافاً متون این روزنامه ها را بخوانید، این طنز نیست، فقط تجاوز است.
و از این خاطر پیش ما پیشم اشاره کردم قبل از اینکه این روزنامه دیگر حداقل بفهمد که جهانی مثلا من حیث یک شخص در این مسئله رول داره یا ندارد، کمیسیونی ما را شطور چرانه بخوانن. در همین حال سازمان ملل متحد در یک بیانیه به آزادی رسانه ها تاکید می کند و آزادی بیان را برای صلح و توسعه پایدار اثرگذار می داند. برای بحث بیشتر صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه های آزاد افغانستان یا نی با ماست. خیلی خوش آمدین آقای توحیدی. سلام بر شما. در روز آزادی بیان فراخواندن مسئولان برخی روزنامه ها به کمیسیون تخطی رسانه ها واقعا چه پیامی را میرسانند؟ متاسفانه یک اقدام بسیار غیر منتظره بود آنچه که انجام داده وزارت اطلاعات فرهنگ. روز آزادی مطبوعات که در سر تا سر دنیا از این روز به خاطر آزادی بیان تجلیل به عمل می آید، در چنین روز با فرستادن نامه های جلب و 4 روزنامه دقیقا این نگرانی را شدت بخشیده که اگر وزیر اطلاعات فرهنگ اطلاع داشته از این نامه ها، حداقل به عنوان یک روزنامه نگار، حداقل به عنوان یک خبرنگار بسیار قدیمی که در یک جامعه باز و دموکراتیک کار کرده، ایشان در افغانستان ناآشنا هستند اما در آمریکا خو آشنا هستند، در چنین روزی آیا لازم بود؟ آیا این مطالب به این حد مهم بود که ایشان در چنین روز این نامه ها را به 4 روزنامه بفرستند؟ بحث دیگر هم این است که طنز در سر تا سر جهان مؤاخذه نمی شود، نه در اروپا نه در آمریکا. ایشان چیزی را که تجاوز میخوانند، اگر مطابق قانون ثابت کنند که این تجاوز بوده، طبیعی است که قانون میکانیزم بررسی های خودش را دارد و این باید بدون احضار کردن و پرسیدن عمل انجام شده، موارد قانونی تخلف را بررسی میکردن، اقدام میکردن. اما به باور ما طنز، اظهار بیان و نوشته که این روزنامه ها داشته، نه حد که حرمت پنداشته میشن نه توهین مستقیم، اگر طنز است. اگر مطلب است، مطابق ماده 45 قانون رسانه‌های همگانی کجایش اختلاف داشته با اینا؟ آیا در نامه نیاز نبود که اشاره به این ماده قانون کنن؟ و مهمتر از آن چه که آقای جهانی بدانند که این کمیسیون تا هنوز هم تا زمانی که تعدیلات وارد شده در جریده رسمی منتشر نشود، این کمیسیونی که ایشان بهش مراجعه کردند و رئیس کمیسیون هم مطابق قانون گذشته وزیر اطلاعات فرهنگ است، این کمیسیون غیر قانونی است. اول این باید در جریده رسمی نشر شود، بعد فرمان تقرر ذوات محترمی که در این کمیسیون از 13 سال به این سو کار میکنن اینا باید دوباره مقرر شوند یا افراد دیگه به این کمیسیون منصوب شود. چگونه به این عجله اقدام میکنن؟ و خب آقای توحیدی، فکر نمیکنین این اقدام وزارت فرهنگ ظاهرا نشان میده که تاب و توان شنیدن حتی طنز دیگر در حکومت کم شده و این مجال و فرصت دیگر برای روزنامه‌نگاران تنگ‌تر میشه؟ همیشه در گماشتن افراد و اشخاص و شخصیت‌های در رأس وزارت اطلاعات فرهنگ متاسفانه خبرنگاران و رسانه‌ها طالع‌مند نبودند. بسیار توقع داشتیم که آقای جهانی سه صدر بیشتر نسبت به آقای خرم و آقای رهین داشته باشند، اما اینا نشان دادن که بسیار هم حوصله و تحملشان در برابر رسانه ها و بیان آزاد کمتر است. خب حالا ظاهرا این مشکل از جای ناشی میشه که کتاب های اخیرا وزارت فرهنگ اقدامی کردن مبنی بر این که برخی کتاب ها منع شود توزیعشان و انتشارشان در برخی نمایشگاه ها. فکر میکنین که این خودش بر ضد آزادی بیان نیست وقتی شما اجازه نمیتین کتاب های خاصی منتشر شد؟ من در این مسئله یک مقدار تحقیق کردم که مشکل از کجا آغاز شده. کمیسیون به نام کمیسیون ارزیابی کتاب در وزارت اطلاعات فرهنگ است که از سالهای سال این کمیسیون وجود داشته. این کمیسیون مطابق قانون رسانه همگانی افغانستان هم نیست، در قانون ما نداریم. مطابق قانون حق دسترسی به اطلاعات هم که بخش عمده این مسئله برمیگرده، چون این کمیسیون پیش بینی نشده. از دوره استبداد از شاه به این طرف این کمیسیون را ایجاد کردن به خاطر سانسور و این کمیسیون 85 عنوان کتاب را خودشان اذعان میکنن که ما خواستیم به خاطر ارزیابی که برای نمایشگاه بین المللی کتاب
این کتابا را میگن ناشرین در اختیار ما قرار ندادند. لحاظا ما تصمیم گرفتیم که این کتابا به این نمایشگاه فرستاده نشود. بحث دیگر هم این است که انتشارات امیری اصرار میکنه که کتابهای از اینا را که حداقل 4-5 عنوان کتاب انتشارات امیری ممنوع شده، اینا میگن ما وقتی که امو شماره خاص کامپیوتری را به خود پشت جلد کتاب میگیریم، از هر عنوان 10 جلد به این وزارت سپردیم. از جالبتر این است که آقای جهانی بدانن و دوستایشان اگر میشنون و میبینن بهشان خبر بدن. یکی از کتابهای آقای امیری خرد آواره است. من این کتاب را رفتم به همین دلیل از بازار خریدم و یک نگاه گذرا بهش انداختم که این کتاب سیاسی است. آیا این کتاب واقعا حد حرمت را مرتکب شده؟ چی است که اجازه داده نشده؟ این کتاب یک کتاب فلسفی است. بحث آقای امیری در این کتاب بحث آوارگی خرد در حوزه تمدنی ماست، نه در افغانستان امروزی ما. در کل از قدیم بله. که ابن رشد بوده و فارابی و اینا نتانستن مثلا یک جایگاه اصلی را باز کنن، ایش کجایش مشکل داشته که فکر کردن که اینا، این کمیسیونه که هیچ ندیده این کتاب ها را، این کمیسیون فکر کرده که گویا این کتاب در مورد این است که در افغانستان خرد و عقل ورزی وجود نداره. این یک چیز بسیار مضحک. آمدن اقدام کردن و مضحک است. و بدتر از این که آقای جهانی میگن من خبر نداشتم، چون این کمیسیون در وزارت شما هست 85 عنوان کتاب را ممنوع خروج میسازن، اجازه نمیدن که در نمایشگاه کتاب شرکت کنند. بعد هم شما میگین که من اطلاع نداشتم. آقای توحیدی، اگر همه اینها را کنار هم بگذارین، از آغاز حکومت وحدت ملی تا حال کارهایی که شده و کارهایی که باید میشد و نشد، وضعیت آزادی بیان در چه وضعیت آزادی بیان قرار دارد؟ متاسفانه اقدامات از این دست که امروز ما شاهدش بودیم و تحفه بسیار خوب آقای جهانی به آزادی مطبوعات امروز اعطا کرد، این جا داشت که محفلی را که ما امروز داشتیم، این محفل وزارت اطلاعات و فرهنگ با حضور جمع کثیری از روزنامه‌نگاران می‌گرفت و آزادی بیان را با عنوان بزرگترین دستاورد مردم افغانستان ارج می‌گذاشت. نه اینکه نامه‌ای بفرستند که حتی گویا کسی توهین شده یا کسی اهانت شده. هیچ کس در افغانستان از رئیس جمهور تا افراد عادی مثل من معصوم نیست. هیچ کس در افغانستان مقدس نیست. اگر کسی اعتراض هم میکند که گویا اهانت شده، این اهانت را باید بر اساس قانون ثابت بسازند. چیزی که قانون جرم گفته جرم است، و آنچه که قانون جرم نگفته سلیقه های شخصی، سیاسی و قومی ما. حالا اگر در یک جمله بگوییم که وضعیت آزادی بیان در کشور چگونه است؟ متاسفانه اقدامات که صورت گرفته تا کنون جز توشه قانون عقد اساسی به اطلاعات، تا هنوز هیچ اقدام در راستای حمایت از آزادی بیان از جانب حکومت وحدت ملی صورت نگرفته. فیصله شورای امنیت که بعد در صحبتهایشان گفتند که ما منظور ما محدودیت نبود، و آنچه که سخنگوی رئیس جمهور امروز گفت و آنچه که امروز آقای باری جهانی مرتکب شده، نگرانی را به وجود آورده که گویا حکومت تازه در صدد محدود کردن آزادی بیان است. سپاسگزار از شما صدیق الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان. ممنون از حضورتان. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که از کارکردهای حکومت وحدت ملی راضی نیست. عبدالله که در ولایت هرات سخن میگفت، تاکید کرد که حکومت در چند ماه گذشته فرصت‌های زیادی را از دست داده و پرسش‌های بسیاری در این باره نزد شهروندان وجود دارد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در نخستین سفرش به ولایت هرات میگوید که از کارکردهای چند ماهه حکومت راضی نیست و این حکومت فرصت‌های بسیاری را از دست داده است. دکتر عبدالله که در همایش آغاز به کار والی تازه هرات سخن میگفت، تاکید ورزید که تأخیر در معرفی مسئولان پست‌های مهم حکومت به هدف شناسایی چهره‌های شایسته بوده است. از زمان تأسیس حکومت وحدت ملی تا امروز ما هم فرصت‌های را از دست دادیم. هنوز دستاوردهای ما قانع کننده برای خود ما نیست و در این راستا من یقین دارم که سوالات زیادی در ذهن شما هم هست. رئیس اجرایی در این همایش محمد آصف رحیمی را که از سوی رئیس جمهور غنی به صفت والی هرات تعیین شده است با باشندگان این ولایت معرفی کرد
و از هراتیان می خواهد که با والی تازه همکاری کنند. از سوی هم والی تازه هرات تاکید می ورزد که با باشندگان این ولایت وعده نمی داد، اما برنامه هایش را در بهبود وضعیت هرات در عمل ثابت خواهد ساخت. من امروز کدام وعده خاص خدمت شما ندارم و نمی دهم. فقط می خواهم یادآور شوم که تمام امکانات و منابعی که در ولایت هرات موجود است و به دسترس ما قرار داشته باشد برای رشد همه جانبه ولایت هرات به کار می اندازم. پیش از چاشت روز یکشنبه رئیس اجرایی حکومت به کندهار سفر کرد و پس از آغاز به کار دکتر همایون عزیزی وزیر پیشین امور پارلمانی به صفت والی کندهار به هرات آمد. ژنرال عبدالرازق فرمانده پلیس کندهار هشدار می‌دهد که حکومت وحدت ملی به نام صلح نباید مردم افغانستان و خاک این کشور را بفروشد. این مقام پلیس از حکومت می‌خواهد که با امارات متحده عرب، قطر و کشورهای دیگر بر سر شهروندان افغانستان و فروش خاک افغانستان معامله نکند. ژنرال عبدالرازق فرمانده پلیس ولایت کندهار که به تندگویی شهره است، در هنگام معرفی همایون عزیزی والی تازه کندهار به حکومت هشدار می‌دهد که به نام صلح افغانستان را نفروشد. رمتی پرسنل به دیگه نظام در شهر آورد و زمرد پرسر آمینه که چیر مردین گناه کردیم مخلا را کشکیم به تورشتیان و به جاپیان موجنی مرد به جاپیان در تسیمیده نسو دو آنی چنه آن در تورستان را این مقام پلیس انتقاد می کند که حکومت با طالبان گفتگوهای پنهانی دارند و خواست مخالفان از حکومت کشتن چهره های سرشناس به ویژه وی و تا محمد نور است. در خلق و دستخوارات و قرید در قصیدی آمورش خرسایی مرس و دقیقی و از مرس و دقیقی شروعی او در دیز سبوت لرم و زرسنا لرم چه در پیم زاکر چه در افغانستان قاتل دست از ما در سور شهر و سرختاز چطن گرازیک مرکتن گرتا مرکتن گرتا مرکتن گرتا مرکتن گرتا مرکتن رئیس اجرای حکومت میگوید که هیچگاه برای به دست آوردن صلح معامله نخواهد کرد. سودی راسته و هیچ وقت دیدی معنا و ندیدی چی در افغانستان ملیت بکی خرسی یا در افغانستان ملت بکی خرسی یا در افغانستان خرسی یا در افغانستان پرگرد باردی معامله موشی در سودی تنامه در یه معنا یا صور کنه او خدا بوش بسا دیده در سنیت در باید هیچ کده امکانه مونه. فرمانده پلیس کندهار در حالی از برنامه صلح حکومت افغانستان انتقاد می کند که به باور آگاهان برنامه صلح حکومت وحدت ملی هیچ پیشرفتی نداشته است. پرونده قتل فرخنده برای دومین روز در دادگاه ابتدایی کابل به بررسی گرفته شد. شماری از مسئولان امنیتی به شمول فرمانده پلیس کابل که به دادگاه احضار شده بودند، گفته های شماری از مسئولان پیشین حوزه دوم امنیتی شهر کابل را درباره از کار افتادن دستگاه های مخابره‌شان رد کردند. اما یکی از اعضای کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگوید که دادگاه ابتدایی کابل در برابر مسئولان بلندپایه امنیتی به گونه سلیقه‌ای برخورد میکند. تا لحظات دیگر. نجات صدها پناهجو از آب‌های مدیترانه.
هم خوش آمدید. در دو روز اخیر نزدیک به 4100 پناهجو از دریای مدیترانه نجات داده شدند. گارد ساحلی ایتالیا میگوید که این پناهجویان از سوی کشتی‌های نیروی دریایی ایتالیا و فرانسه در 17 عملیات جداگانه نجات داده شده و به بندرهای ایتالیا انتقال یافتند. گفته می شود که قاچاقبران انسان با به کارگیری از آرام بودن دریا و هوای خوب در تلاشند تا پناهجویان را به گونه قاچاق از کشورهای آفریقایی و از راه آبهای مدیترانه روانه اروپا کنند. موجودیت نشانه های از دایناسورها در پایتخت بولیوی شمار بزرگی از گردشگران را به این شهر آورده است. مقام های بولیویایی می گویند که در حال حاضر نزدیک به 10,000 جای پای دایناسورهای گوناگون در پایتخت این کشور دیده می شود و بنابراین بولیویا دارای بیشترین آثار به جا مانده از دایناسورها در جهان است. پیش از این گفته می شد که تنها 5,000 جای پای گونه های از دایناسورها در پایتخت بولیویا وجود دارند، اما لغزش های اخیر زمین در شهر سوکره سبب شدند تا 5,000 جای پای تازه دایناسورها از زیر آوار پارک کریتاسیوس بیرون آیند، امری که توجه شمار بزرگی از گردشگران را به خود جلب کرده است. بسیار عالی است. این نشانه های بسیار بزرگ هستند. امیدوار بودم که روی آن قدم بزنم، اما این نشانه ها در زاویه 70 درجه قرار دارند که دشوار است روی آنها قدم زد، اما اینجا بسیار عالی و شگفت انگیز است. شگفتی انگیز است. این در جهان بی‌نظیر است. خوب است که اینجا آمد و دید. به باور دانشمندان بولیویایی، شهر سوکره زمانی دریاچه بزرگ بوده است و هزاران دایناسور گوناگون برای پیدا کردن غذا و نوشیدن آب به این شهر می آمدند. نسل دایناسور 65 میلیون سال پیش منقرض شد. هند خواستار بازداشت دوباره زکی و رحمان لکهوی، مغز متفکر حملات ممبای است. فرستاده هند در سازمان ملل با نوشتن نامه به شورای امنیت سازمان ملل از آزاد شدن زکی و رحمان لکهوی از زندان در پاکستان ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله شورای امنیت در این پرونده شده است. تا لحظات دیگر. افزایش تقاضای سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان. باز هم خوش آمدید. و تقاضا برای سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در کشور افزایش یافته است. اداره حمایه از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که از 4 ماه بدین سو برای سرمایه گذاری های کوچک و متوسط بیش از 900 پیشنهاد به این اداره رسیده که زمینه سرمایه گذاری تا 200 میلیون دلار را در بخش های گوناگون فراهم خواهد کرد. و نگاهی دیگر به چند خبر. فرمانده پلیس کندهار میگوید حکومت وحدت ملی به نام صلح نباید مردم و خاک را بفروشد. در روز جهانی آزادی بیان، وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولان برخی روزنامه ها را به کمیسیون تخطی رسانه ها فراخواند. و نشانه های از دایناسورها در پایتخت بولیویا شمار بزرگی از گردشگران را به این شهر جذب کرده است. سپاسگزارم از همراهی شما. شب بر همه‌تان خوش.